اگر این استمراره ادامه پیدا بکنه و نظام بخواد همچنان اولویتاش اونایی باشه که قبلا بوده، اولویت نظامی باشه، موشک سازی باشه، نمیدونم حضور در کشورهای عمق به قول معروف خدا رحمت تقویت بنیه نظامی کشور به عمق استراتژیک رو همچنان بخواد اینا و تن نده به واقعیت های فشار اقتصادی، بله اون وقت ما ممکنه که آبان 98 دو مرتبه تکرار بشه در ابعادی گسترده تر. 450 هزار میلیارد تومان هزینه هایی هستش که دولت آقای روحانی باید در سال 99 انجام بده. هزینه های دفاعی هستش، حقوق سیبا کلام از بازنشستگی شما هست، خرج اداره کشور، خرج اداره کشور 450 هزار میلیارد تومان. قبل از اینکه کرونا بیاد یک سومشو نداشت. تا به همین جا من معتقدم که کرونا اون یک سوم نداشت بودجه سال آینده رو، حداقل کرده نصف. الان نصف بودجه سال آینده رو آقای روحانی نداره. سوال اساسی این هستش که این نصف رو روحانی نه نظام از کجا میخواد تأمین بکنه؟ نفت که اینجوری شده قیمتش، حالا فرض کنیم نفت که مشکل 100 دلار، ما وقتی نمیتونیم بفروشیم بشه 100 دلار یا بشه 10 دلار، از کجا میخواد تأمین بکنه؟ اقتصاد ما یه اقتصاد ورشکسته بود حتی قبل از اینکه کرونا بیاد. جدیترین، خطرناکترین بحران جمهوری اسلامی ایران شکاف دولت ملته. این شکاف در جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است، منظمن داره بیشتر میشه و هیچ نظامی نمیتونه بقا پیدا بکنه در بلند مدت با بودن شکاف دولت ملت. برای اولین بار در تهران یه سری دیگه شهرهای بزرگ در انتخابات مجلس شورای اسلامی رسید میزان مشارکت رسید به 40%. این خیلی علامت خوبی نیست. ممکن که شما بگید که در آمریکا 30%، در فنلاند 27%، ولی ما خودمون میدونیم که اون 80% که تو فنلاند نیومدن برن پای صندوق و اون 60-70% که تو تهران نیومدن برن پای صندوق خیلی با هم فرق کنه. این شکاف دولت ملت رو چی ساخته؟ این شکاف دولت و ملت رو خیلی ساده، دولت خر خودش سواره، دولت یه اعتقاداتی داره، یه باورهایی داره، یه رفتارهایی داره و میگه که اینا درستن. اگر کسی فکر میکنه که اینا نادرستن اون مشکل داره. یعنی گفتمان مسلط در حاکمیت ذره ای از باورهای خودش نسبت به آن چیزی که فکر میکنه درسته برای کشور و برای مردم عقب نشینی نکرده و اهمیتی نداشته برایش که مردم چه لایف استایلی رو میخوان، مردم مطالبه شون چیه، مردم داره از چی رنج میبرن، مردم چی میگن. یعنی صدای مردم و صدای اعتراضشون، انتقادشون، حتی خواستشون رو نادیده گرفته. این بزرگترین خطر هستش. من تو خوابم فکر نمی کردم سال 57, 58, 59, 60 که یه روزی ده ها و صدها هزار نفر از مردم بریزن تو خیابون در آبان 98 و اونجوری با گلوله بهشون شلیک بشه. این اتفاقات افتاده. من به عنوان یه جوان 40 ساله دوست دارم زندگی بکنم، دوست دارم کشورم یه کشور عادی باشه، دوست دارم وقتی اخبار دنیا رو نگاه میکنم میبینم یک دختر 35 ساله توی فنلاند میشه نخست وزیر، 5 تا خانوم 30 تا 35 ساله میشن اعضای هیئت وزیرانش. بعد فکر میکنم میبینم که خب این کشور فنلاند یا نروژ یا سوئد یا اسکاتلند یا اصلا کشورهای شمال اروپا و کشورهای اسکاندیناوی اینا چه فرایندی رو طی کردن که کمترین نزاع جهانی رو دارن،
بیشترین خدمات اجتماعی رو دارن دریافت میکنن، رفاهشون تأمین شده است. ما دین و دین و آخرت که نمیدونیم، فقط من بچه مسلمونم، اعتقادم دارم، به عنوان هم نسلای خودم، از زبون هم نسلای خودم میگم، فکر میکنم که آباد کردن دنیای مردم کم از بسترسازی برای آباد کردن خونه آخرتشون نداره. بعد نگاه میکنم میبینم خب این کشوری که نه اسلام داره، نه ذکر امام حسین توشه، نه راهپیمایی اربعین داره، نه به دنبال تقویت بنیه نظامیش تو دنیاست، عزت و احترام داره، پاسپورتش میتونه 200 کشور دنیا رو بره و بیاد، با فرهنگای متفاوت میتونه بشینه صحبت بکنه، فکر بکنه، خلاقیتش رو بروز بده. میبینم که این کشورها بر اساس روش دارن اداره میشن، نه بر اساس بینش. اصلا خوبی های جمهوری اسلامی رو یه دفعه آقای زیبا کلام الان برای من توضیح بدن، برای مخاطبین ما توضیح بدن. جمهوری اسلامی تو 41 سال که فقط بد نبوده، که زشت که نبوده، کارهای خوبی هم کرده دیگه. شما به عنوان معلم سیاست، به عنوان کسی که ارتباط داشتین، اصلا خودتون نسل انقلابین، این حکومت محصول اقدامات شماست، محصول عمل کرده نسل شماست، گفتمان های نزدیک و شبیه به شما هم تونستن قدرت و دولت باشه، مجلس باشه، در اختیار بگیرن، حتی توی ارگان های دیگه باشن. اما اول به من بگید آقای دکتر زیبا کلام، خوبی های جمهوری اسلامی تو این 41 ساله چی بوده؟ معایبش چی بوده؟ قراره که زندگی منهای جهان امروز داشت، زندگی منهای جهان امروز و دیگران رو تجربه بکنیم، قراره مثل کره شمالی زندگی بکنیم، قراره که شبیه عربستان زندگی بکنیم؟ واقعا ترسناکه. ما یک زمانی اونایی که یه خود حس ناسیونالیستی دارن میگن که مثلا اعراب دخترانشون رو زنده به گور میکردن، چه ضمانتی هست توی تاریخ 50 سال دیگه همین اعراب نگن ما کشوری هستیم که جام جهانی تو کشورمون برگزار میشد اما ایرانی ها دختراشون رو توی استادیوم راه نمیدادن؟ نسخه بدین آقای دکتر، نسخه بدین. کار ساده، راه حل هلو برو تو کردن اینه که میمی انقلاب بکنیم. ما موفق بودیم سال 50. اگر ما نسخه درست درمون، نسخه دموکراسی، دموکراسی کلیات مطلق مشهوله. نه کلیات که گفتم خودش جزئیات، وارد جزئیات شدن. قرارشو پراکتیکال بگیم. باید نظام پاسخگو باشه. باید شورای نگهبان چطور باید پاسخگو باشه؟ شورای نگهبان چطور باید پاسخگو باشه؟ شما اگر نخواین، ببین شما تا صبح مگه نخواین. آخه ما خواستیم آقای دکتر، ببخشید، ما خواستیم. نخواستیم. چرا خواستیم؟ چرا نخواستیم؟ انگار دیوارو هول دادیم. آقا دیوارو وقتی هول بدیم میره عقب، دیواری که دیوار بتونی عقب میره. نه به دنبالش نرفتیم. چطور باید بریم به دنبالش؟ شما راه حل بدین. چطور باید بریم دنبالش؟ توی کسانی که معتقدن که این نظام اصلاح پذیر نیست، این باور رو باید توشون به وجود بیاریم که بحثی نیستش که آیا نظام اصلاح پذیر است یا نه. بحثی نیستش که اصلاح پذیری رو باید به زور وارد مغز نظام کرد و چاره دیگری نداریم فی الواقع. چه باور رو میشه به زور تو ذهن کسی جا کرد آقای دکتر؟ از طریق نوشتن. تعدادمون که زیادتر بشه، اگه یه نفر اینو بگن به اسم آقای حسینی، مسئول دبیر دانشگاه اعتماد ملی، سایت اعتماد، پدرش در میارن، دادسرای فرهنگ و رسانه میخوادت و بازپرسی و نمیدونم اوین و فلان اینا. ولی ببینید چند نفر میخوان بفرستن دادسرای فرهنگ و رسانه؟ چند نفر میخواد؟ چند تا روزنامه‌نگار؟ یه ایراد بزرگی، یه اتفاق بزرگی توی تاریخ بعد از انقلاب افتاد. سال 88 راهپیمایی 25 بهمن از میدون امام حسین تا میدون آزادی قریب به 3 میلیون نفر هیچ چهاری هم ندادن. راهپیمایی سکوت. 25 خرداد ببخشید. سرنوشتش چی شد آقای دکتر؟ تعدادمون کم بود. تعداد کسایی که شرکت کردن کم بود. توی این پاسخه. توی این 41 سال چند تا از این راهپیمایی اتفاق افتاده؟ سوال اول. سوال دوم. از بعد از 25 خرداد 1388 ظرف 10-11 سال گذشته ما در جهت تحقق اون اهداف و آرمان هایی که
اون 3 میلیون به خاطرش اومدن تو خیابون راهپیمایی سکوت، ما چه مسیرهایی رو سعی کردیم بپیماییم؟ مسدود کردن همه رو، مسدود شده. اون فنلاند که شما میگید یه شبه به وجود نیامده. اون فنلاند از حدوداً 1400-1500 اون فنلاند شروع شده، الان که 500 سال ازش گذشته شده این فنلانده. یعنی ما چون از مشروطه مثلا 120 سال شروع کردیم، بعد 200-300 سال دیگه صبر کنیم. من نمیخوام بگم، ببینید من به هیچ وجه نمیخوام بگم که ما هم باید 500 سال طول بکشه. نه دانشگاه ها بیشتر شده، تحصیل کرده ها بیشتر شدن، فضای مجازی به وجود آمده، مناسبات بین المللی تغییر کرده. ما یقینا 500 سال نباید طول بکشه که بشیم به فنلاند. ولی انتظار نباید داشته باشیم که با یه صادق زیبا کلام، با یه آقای حسینی و سایت اعتماد، با یه راه پیمایی سکوت 25 خرداد 88 به حول قوه الهی تمام خواهد شد. نه، در مورد سوریه خیلی چیزا گفته شده، ولی یه چیزی حدود 7 میلیون از مردم سوریه بیرون از کشورشون دارن زندگی میکنن، آواره شدن. 3 میلیون در ترکیه هستن، 1 میلیون در اردن هستن، 1 میلیون در لبنان هستن، 1 میلیون خورده‌ای به آلمان رفتن. من فکر کنم اونا باید در مورد ایران و جمهوری اسلامی ایران و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در سوریه قضاوت بکنن. من مناظره زیاد میکنم دیگه شما. بله. با خیلی از اصولگراها و تندروها. سر آمریکا که میرسه، اونا شروع میکنن میگن دشمنی آمریکا، این کاری کرده، ما باید تو دهن آمریکا بزنیم، ما فلان، شما مرعوبین، شما غرب زده اینجا. یک جمله تاریخی من گفتم، تا به الان هیچ کدومشون جواب ندادن از حکومتیا. گفتم که شما یه مورد، بیشترم نه، یه مورد بیارین که آمریکا ستیزی ظرف 41 سال گذشته بگید آقای زیبا کلام آمریکا ستیزی این منفعت رو واسه ما داشته.